بچه شنیدین مثلا میخوام بگن پول بده اخه فلان، میان میگن که با فلان آدم پولدار صحبت کردیم و دوست داشته کل داراییشو بده ولی به آرامش برسه، یا اینکه آدمای پولدار اصلا آرامش ندارن. این حرف واضحه چرت و پرته، اما یه نکته جالبی داره که یه جاهایی هم درسته، اما کجا؟ این جمله ناقص داره گفته میشه. در واقع واقعیت اینه که اول از همه این داره به ما میگه که آقا ندو دنبال پول، که تهش این نیست، خبری نیست و این حرفا. خب ندو دنبال پول مثل این میمونه که به یکی بگن نزن تو سر کسی. تو ویدیوهای کنترل خشم و اینا میگفتم آدم باید تو سریخور نباشه، بتونه از خودش دفاع کنه، زورش هم برسه که بزنه تو سر دیگران و نزنه، اون میشه آدم. بحث پول هم همینه، آدم باید پول در بیاره، راهشو پیدا بکنه. بعد مثلا یه نقطه ای هست که درصد کمی از آدم ها اصلا حالت عادی میرسن بهش، که طرف میرسه به یه نقطه ای که میبینه خب این مسیر منه و من میتونم فشار حد اکثری بیارم و حد اکثری پول در بیارم، میتونم یه ذره فیتیله رو بکشم پایین و همچنان پول در بیارم، همچنان پس اندازم بیشتر شه، زندگیم رشد کنه و فشار به خودم نیارم. زورش میرسه بیشتر در بیاره ولی فیتیله رو خودش میکشه پایین، چون میبینه نمیخواد، زندگی رو میخواد، چرا باید چیز کنه؟ حالا اونی که میگه پول دارم نمیدونم حالم بده فلان بهمان، اگه واقعیت باشه همچین مصاحبه هایی، دقیقا رفتن سراغ همونه که سیرمونی ندارن، افتادن تو افراد و اصلا فرقی نمی کنه تو عرق خوری افراد کنی یا تو پول در آوردن یا تو هر کوفتی، اصلا فرقی نمی کنه، ته تهش ورطه نابودی و خستگی و افسردگی و این حرف هاست دیگه افراد. ولی این که بگیم پول اینجوریه پس فلان باش، مثل این میمونه که کتک زدن بده پس دفاع شخصی هم یاد نگیر، پس یاد نگیر که خودتو تو موقعیت خطرناک قرار بدی، بعد زرت و زرت روزگار میزنه پس کلم و سکندری میخوری کف زمین. داستان پول همینه دقیقا، که لازمه، به شدت لازمه. بعد میگم پول خوشبختی نمیاره، اوکی تنها پول خوشبختی نمیاره، اون پول چیه؟ مثل اینه که بگیم یه آچار منو تعمیر کار ماشین نمیکنه، اما خب ابزار دیگه، پولم یه قرارداد این وسط که کارا پیش بره، معلومه به تنهایی کاری نمی کنه، اما با همون ابزار آدم اگه کننده باشه میتونه ماشینم یاد بگیره تعمیر کنه و تعمیرکار خوبی باشه با همون آچار. با همین پول هم دقیقا میشه خوشبختی رو مهیا کرد، فقط آدم باید تجربه داشته باشه، یاد بگیره که بدونه حالا یه سری چیزها رو با پول، یه سری جاهام پولی نیست، اصلا با پول نمیتونی تو یه سری حرکاتو بزنی. مثلا یه دوست تو که میخوای بهش محبت کنی، یه بخشی از این محبت کادو خریدنه. و مثلا یکی مثل من، خودم شخصا و خیلی از دوستام هم اینجوری هن، حتی اصلا با این کادوه نه تن خوشحال نمیشن که معذب هم میشن، خودم هم اصلا معذب میشن با کادوی اینجوری پولی گرفتن. یکی بیاد مثلا میخواد محبت کنه به هم، بیاد یه کادوی عجیب گرون بخره، ولی مثلا طرف یادش مونده مثلا من فلان لواشک فلان جا رو دوست دارم، گذرش خورده 20,000 تومن پول اون لواشکر رو مثلا داده باشه، اون خیلی برای من با ارزش داره، چون یاد من بوده فلان جا دقیقا، یا فلان جا اینو دیده یاد من افتاده بعد اینو ورداشت و آورده، خیلی باحاله، خیلی باحاله. یعنی با عددش، حالا خیلی جا هم عدد کار میکنه، یعنی واسه یکی کادو آیفون بخری نشونه خیلی علاقه است، کادو مثلا برای چه هندزفری بخری نشونه علاقه کمتر، مثلا هستن دیگه، همه تیپ آدم وجود داره، همه جور هم هست. یکی هم هست میگه این نشونه دوست داشتن منه که میخواد بیشتر بکنه طرف، ولی کاری با اینا ندارم. خود پول خیلی جاها کار نمیکنه، ولی 90% جاها کار میکنه. حالا من مثلا پول نداشته باشم، فرض کن مهمون داره میاد خونم،
و میخوام یه غذا درست کنم و این غذای کلی زحمت داره و این زحمات منه که اون برای مهمونم ارزش قائلم، براش زحمت میکشم و اینجوری با این زحمت هم دارم ارزش قائل بودنم و نشونش میدم. بعد همین نوع اگه پول نداشته باشم مواد اولیهشو بخرم، دیگه اون زحمات رو هوا بکشم. میبینی پول باید باشه، یه وسیله است که واجب بودنش، اما اون چرت و پرتایی که میگم پول خوشبختی نمیاره فلان بهمان، یه سری جمله‌های ناقص و نتیجه گیری های احمقانه است. به نظر من پول خوشبختی نمیاره، یعنی یه فرموله که یا پول خوشبختی میاره یا نمیاره. خب الان کامپیوترام دیگه اینقدر یه خطی نمیتونی بهشون برنامه بدی، باید توضیح بدی اگه اما شرایط چیه فلان. بعد انسان بیاد مثلا تو یه خط یه فرمول در بیاره پول خوشبختی میاره، پس بدو هم برم تو پول. بعد این نگاه صفر و یکی که یا پول منو بدبخت میکنه یا پول منو خوشبخت میکنه، این صفر و یکش آخرش میرسه به همون که انقدر پول بزن به نظر این ارزشه که به خودت میای میبینی 40 سالت شده و زندگی فقیرانه ای داری، هیچی نداری. از اون ورش هم یهو به خودت میای میبینی 40 سالت شده و هیچی نفهمیدی این 40 سال، هیچی نفهمیدی، فقط جمع کردی، نه معاشرت بلدی، نه توجه کردن به محیط اطرافت، به آدم و اطرافتو بلدی. دو سرت این صفر و یک جفتشون جهنم قشن. انسانی با این جمله احمقانه باینری هم واقعا نباید مغزمونو خراب کنیم. پول ابزاریه که به واسطهش اگه بلد باشی دقیقا میتونه خوشبختت کنه و به واسطهش اگه افراط کنی توش دقیقا میتونه بدبختت کنه. حالا راجع به کم پولی و این حرفام تو ویدیوهای بعد صحبت میکنم. دو سه تا مطلب راجع به پول هست که یه جا باشه خیلی طولانی میشه اذیتتون میکنه، ولی چند تا بحث اساسی راجع به پول داریم تو پادکست‌های بعدم. دوستتون دارم، مراقب پولاتون باشین، مراقب سلامتیتون باشین. تا پادکست بعد، خدا حافظ.